سوهل جان، تو این بخش از برنامه فکر کنم وقت خوبی هست، چون واقعیت اینه که از این برنامه، برنامه چهارم ما هستش با مهداد آسمانی عزیز، بسیار سوال جمع شده تو این چهار هفته، در واقع این هفته چهارمش هستش، و فکر کنم وقت خوبیه با احترام به تمام مخاطبین میخک نقره‌ای در واقع گلچین بکنیم. واقعیت اینه که من لیستی رو فراهم کردم، بیشتر این سوالای تکراری که پرسیده شده، و الان میخوام در واقع تکرار شونده ترین سوال رو از ایشون بپرسم. خیلی جالبه، فکر کنم حدود 17-18 نفر تا الان تو این مایه در واقع سوال پرسیدن، اونم در مورد خانم گوش و همکاری فعلیشون با آقای رها اعتمادیه. در واقع سوال این هستش که اگر آقای مهداد آسمانی عزیز در این برهه زمان همکاریشون ادامه پیدا کرده بود با خانم گوش، آیا دوست داشتن با آقای رها اعتمادی به عنوان ترانه سرا در واقع کار کنن و روی ترانه های ایشون ملودی بزنن، و کلن آقای مهداد آسمانی عزیز کیفیت کار رها اعتمادی رو در مورد کارهایی که با خانم گوش کرده و همچنین با کارهایی که در واقع کارهایی که با خواننده دیگه کرده چطور میبینن؟ ممنون میشم که پاسخ شما رو داشته باشم. امان از دست تو رضا جان، مال از دست. خب واقعا باید احترام بذاریم به مخاطب، چون انقدر این سوالو پرسیدن بعد... درست نیستش واقعا. درست باش، بذار من یک موضوع رو کلی میگم شاید قابل استفاده باشه. اسکندر مقدونی که حالا بحثه که اصلا حملش به ایران دروغ بوده یا راست بوده، حالا من کاری با اون قسمتش ندارم، من با قصهش کار دارم، من با این قصه کار دارم. اسکندر مقدونی وقتی که به ایران حمله کرد و هخامنشیان رو در حقیقت سرنگون کرد، خب ایران گرفت و بعد برای یکی از دانشمندان زمان خودش پیام داد که آقا من ایران گرفتم، اما کنترل ایران و نگه داشتنش خیلی سخته. اون دانشمند یک پیامی داد برای اسکندر مقدونی و بهش گفتش که اگر میخوای ایران رو نگه داری و بهش حکومت کنی، کارای بزرگ و بسپار به دست آدمای کوچک و کارهای کوچک رو برای کوچیک کردن بزرگا بسپار به بزرگا. اسکندر مقدونی هم این کار کرد، هر چی پست و مقام بزرگ بود داد به آدم های کوچیک، و هر چی کار کوچیک و دم دستی و بی خود بود سپرد به آدم های بزرگ، و ظاهرا یه مدت هم موفق شد و تونست که حکومت کنه بر ایران. حالا با این قصه ای که میگن اشکانیان باعث سقوط هخامنشیان شده، من با این بخشش حالا نمیخوام بپردازم به اون که این قصه راست یا دروغه، اما یه پیام قصه حمله اسکندر مقدونی به ایران راست یا دروغه، میخوام یه پیامی که این قصه داره به شما بگم که وقتی کارهای بزرگو شما بسپاری به آدمای کوچک، قصه همین میشه. سرزمین ما اسیر همین موضوع سال هاست، فقط در مورد یک شخص یا یک آرتیست یا یک شاعر نیست بابا، در کل مملکت ما وقتی رئیس جمهور مملکت رو میگن 6 کلاس سواد داره، دیگه واویلا، واقعا واویلا. کار بزرگ باید در دست آدم‌های بزرگ باشه. وقتی کار بزرگ رو بسپاری به دست آدم‌های کوچک، همین میشه قصه، خودت هم با اونا کوچک میشی و هیچ راه دیگه ای هم نیست، هیچ راه دیگه ای نیست. سپاس از شما، فکر می‌کنم قشنگ‌ترین تعبیر رو داشتیم و امیدوارم که شنوندگان عزیز راضی باشن از این پاسخ و دیگه این سوالو نپرسن، چون انقدر تکرار شده این سوال، فکر می‌کنم توضیح آقای مهداد آسمانی عزیز بسیار گویا بود. سپاس از شما.